ابراز شگفتی از اجرای نیکی میناژ در عربستان. نیکی میناژ خواننده و موسیقیدان معروف دعوت عربستان سعودی برای اجرای برنامه در جشنواره موسیقی ریاض را پذیرفته و بسیاری را در باخت فرو برده که او چطور با لباس‌های بدننمایی که بتن می‌کند و شعرهای بی‌پروای ترانه‌هایش در عربستان روی صحنه خواهد رفت. این یکی از آخرین نمونه های باز شدن فضای سرگرمی در عربستان سعودی است. نیکی میناژ در شهر نیویورک بزرگ شده و نخستین آلبوم موسیقیش که در استودیو ضبط شده در سال 2010 منتشر شده است. او با ملکه رپ مشهور است. خبر حضور ملکه رپ در عربستان بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی با واکنش واداشت. یکی از کاربران در توییترش نوشته که فرض کنید 3 سال در کما بودید و بعد به هوش آمدید و شنیدید که نیکی میناژ اجرای اصلی یک جشنواره موسیقی در جده را بر عهده دارد. صادقانه بگوییم احساس میکنم که در دنیای موازی زندگی میکنیم. هیچ کسی در عربستان سعودی نام نیکی میناژ را در گوگل جستجو نکرده است. یک زن عربی نوشته است نیکی میناژ میخواهد باسنش را تکان دهد. تمام شعرهایش هم نامناسب و درباره روابط جنسی و تکان دادن باسن است. این زن ادامه می دهد. بعد شما از من می خواهید که چادر عربی بسر کنم؟ واقعا چی می گویید؟ ویدا ساغری از افغانستان نوشته است وجود دفتر طالبان در قطر حرام است. شورای علما و ملت مسلمان افغانستان لطف نموده ابعاد جهاد، تطبیق نهی از منکر و امر به معروف و صدور احکام شرعیشان را از حوزه شهر نو، رسانه‌ها و زنان مدنی کابل گسترده‌تر ساخته تا عربستان سعودی به عنوان سرزمین پیامبر خدا مطرح و دادخواهی اسلامی نمایند. این سرزمین اسلامی قرار است یک کنسرت دموکراتیک با یک خواننده رپ سکسی برگزار کند. پس شما چی فکر میکنید؟ در بخش کامنت با ما شریک سازید.